آقای کمک توده ای ها و جبهه جای سرخ روسیه ها. حالا مرزا کن اجازه این اطلاعات بده. عجیبه که هنوزم سر صف وایسادم. حالا میرسم. آقای سنجابی در پاریس اعلامیه سه ماده ای دارد. نوشتن در اونجا در خاطرات اونش هست برید امیدها و ناامیدها رو بخوانید. ایشان نوشتن که در مملکت 96% مسلمان هست که البته شیعه نیست، این آمارشون هم دروغ بود، 15% مردم ایران سنی هستند. بله. و گفت باید حکومت اسلامی باشه. این کمر ما رو شکست. بعد آقای بازرگان فرمودن، بازرگان به اصطلاح مرد مؤمن بود، دانشجوها اینا به عنوان آدم مقدس خوب میشناختن، این هم گفت که بازرگان همون نبود که رضا شاه کبیر برای تحصیلات به خارج بود. هر دوی اینها از بورس های هر دوی این آقای سنجابی و مرحوم بازرگان از دانشجویان بودن که با خرج دولت، نه با خرج دولت خارج، با خرج ایران از طریق مالیات بر قند و شکر. اون نطق رضا شاه کبیر رو واقعا خواندنیست. وقتی به اینا میگه فرزندان عزیزم شما رو میفرستم که علم، دانش، هنر و آزادی بیاموزید و بیارید ایران. دقیقا. وای وای این مرد چقدر شریف بوده، خودش اروپا نرفته. قبل از این آقای پادشاهان قاجار هستن که مظفرالدین شاه 3 دفعه با قرض از دولت ها رفته به خارج برای ناصرالدین شاه هم رفت دو بار. احمد شاه رفت اونجا ماند در جنوب فرانسه بود. داییش که چیک و دوله اسمش یادم رفتیم، رفت اونجا اینو در جنوب فرانسه سر یک پلاژ کنار بیچ دید، گفت مرد تو اینجا تو پادشاه مملکتی، برو این مملکت در چه حاله؟ گفت که من دیوانه که نیستم، من همینا رو دوست دارم، اینجا بهشت منه، برو من نمیام. همینجا بود که تلگرافی برای رضا خان سردار سپه نخست وزیر شد. داستانش خیلی قشنگه. رضا آقای خمینی، اجازه بدید این مطلب رو تمام کنم. استدعا میکنم بفهمید. این آقای خمینی روزی که وارد شد این کار رو کرد. اول روز اعدام فضل الله نوری با اون افکار زشت رو عزای ملی اعلام کرد. دقیقاً. و بعد ایشان این افسرها را که گفته بودن که باید شما آقای خودتون باشید، شب اول این پاسدارا قبلا با کمک بیگانگان گروهی از این فلسطینی ها را آورده بودن، این بیچاره ها از هیچ جا بی خبر فرستادن دنبالشون، آوردن شب اول در اون مدرسه علوی در بالای مدرسه اینها را به گلوله بستن بدون هیچ پرسش، که هر کدام اینها را میلیون ها تومن خرج ترنینگ اینها شده بود. اینها برجسته بودن، اینها انسان های برجسته بودن. و بعد جالبه که این آقای سنجابی رفت پیش بچه ها، اینا رو مطالعه کنید، جیگر آدم آتش میگیره. اگه یک جو شرف وجدان عرق ایرانی داشته باشید دلتون میسوزه. به نظر شما جبهه ملی به ملت ایران خیانت کرد؟ الان عرض میکنم حضورتون، اجازه بدید عرض میکنم میرسم. آقای سنجابی رفت پیش خمینی گفت که یا امام، حضرت امام، شما در پاریس به من قول دادید که شما از تهران تشریف میبرید قم و به عبادت و نصیحت و تعلیم و تربیت میپردازید و سیاست را به سیاست مداران واگذار میکنید. گفت من خدعه کردم، تقیه کردم، بله، که از شما دوگانگی صحبت کردن. اینی میخوام به شما بگم و در نامه هم به آقای رئیس جمهور امریکا نوشتم.
دوگان صحبت کردن در اسلام اولا صحیحه و بعد همه اینها میتوانند حرفشون رو عوض کنن، مورد پذیرش اللهشونه، اللهشون و بنابراین آقای خمینی بعد که مردم همون ماهای اول گران شد، بنده 3 سال اونجا کار کردم. اونجا من میخوام به همونجا برسم. مصاحبه میخوام یک دونه بریک بگیریم. خشم. بله. شما هم خسته نشین، دهنتون هم مقدار آبی بنوشین. آقای مهندس میریم و برمیگردیم و بعد میخوایم برگردیم به اون 3 سالی که جناب دکتر در ایران انقلاب شده. میخوایم بریم یک جوی، یک استاد دانشگاه بودید شما اونجا. بله. عجب. میخوایم بریم الان تازه تو قلب حوادث ببینیم چه خبر بوده. کسی که از درون جایی میاد بیرون که خودش میگه یه فتنه بود، یه توطئه بود، یک واقعا یک کودتا بود، فاجعه. فاجعه بود. ندانستن مردم ما. نمیدونستن چه بلایی سرشون میاد. میریم و برمیگردیم و من خیلی مشتاقم بدونم دکتری که دکتر رضاییانی که استاد دانشگاه است، کشور 2-3 سال از اون التهابش میگذره، با این برا بچه های انقلابی که دانشجوهاش هستن و میرن و میان چی داره میگذره. موافقین؟ خواهش کنم. بریم و برگردیم. با تو با هر زمان فرگیان راستی پیش تو در جهان از خود مران تا که آباد مانند ایران تا که آزاد مانند